2. همونطور که در قسمت قبلی دیدیم، پاول با ماریا آشنا شد. ماریا ثروتمند بود و پاول فقیر. پاول از ماریا درخواست ازدواج کرد و مادر ثروتمند ماریا مخالفت کرد. ماریا هم گفتش مادرم راست میگه و میخوام با یه مرد دیگه ازدواج کنم. در ادامه داستان رو با هم میبینیم. For many days, Paul did not see any of his friends. His mother was worried about him. He did not talk to her. He did not eat or sleep. He often went to the river and sat there alone. All the time, he thought about Maria. One day, he saw a headline in the newspaper. Rich man's beautiful bride. There was a picture of Maria and her husband. She was wearing a long white dress and a diamond necklace. Her husband was old and fat. Paul turned the newspaper over angrily. برای چند روز پاول دوستانش رو نمیدید. مادرش نگرانش بود. او حرف نمیزد. اون غذا نمیخورد و نمیخوابید. او غالبا میرفت به رودخونه و تنها اونجا مینشست. تمام وقت او درباره ماریا فکر میکرد. یک روز اون یک سرتیتر در روزنامه دید. عروس زیبای مرد ثروتمند. اونجا بود یک عکس از ماریا و شوهرش. اون انی ماریا پوشیده بود یک لباس سفید بلند و گردنبند الماس. شوهرش پیر و چاق. Paul turned over. پرت کرد اون طرف. Paul روزنامه رو به عصبانیت پرت کرد اون طرف. یا به طرفی. There was a large notice on the back page of the newspaper. It was an advertisement. Paul sat down and read the advertisement carefully. یک اعلان بزرگ در صفحه آخر روزنامه بود. اون یک تبلیغات بود. یک تبلیغ بود. اعلان تبلیغ. پاول نشست و تبلیغ رو با دقت خون. Story competition. Write a story and win a prize. Our story competition offers a chance to young writers recognition and earn money. The story can be on any theme, but must not be longer than 1500 words. Send your entry to this newspaper before the end of the month. First prize, £500. 10 other prize of £50. رقابت داستانی. یک داستان بنویس و جایزه رو ببر. رقابت داستانی ما ارائه می کند یک شانس به نویسندگان جوان برای بردن توجه و دریافت پول. داستان ها می تونن توی هر زمینه ای باشن، اما نباید طولانی تر از 1500 لغت باشن. من اینجا رو 1500 خوندم که میشه گفت 1500 words که به هر دو صورتش یه معنی میده. 1500 یعنی 1500، در واقع مثل انگار فارسیشو بخوایم بگیم میشه 1500. هر دوش درسته. بفرستید
اون نوشته خودتون رو به روزنامه قبل از پایان ماه. نفر اول first prize جایزه اول 500 پوند و 10 نفر بعدی 50 پوند میگیرن. This is my chance, he said to himself. I will write the story of Paul and Maria and I'll win the competition. She'll read our story and she'll be sorry. Paul was very busy now. Every day he got up early and worked at his story. His mother watched him. She was pleased. He was eating his food again. He was talking and smiling. Sometimes Paul felt pleased with his story. It was a good story, but sometimes it was difficult to write. He was unhappy and he wanted to stop writing, but he did not stop. At last, his story was finished. پاول که این تبلیغ رو خوند به خودش گفت این شانس منه. من داستان پاول و ماریا رو خواهم نوشت و من برنده رقابت خواهم شد. اون داستان رو خواهد خوند. منظورش ماریاست و اون متاسف خواهد شد. پاول حالا خیلی مشغول بود. هر روز زود بیدار می شد و کار می کرد روی داستانش. مادرش به اون نگاه می کرد. اون هم خوشنود بود. اون غذاش رو دوباره می خورد. اون صحبت می کرد و لبخند می زد. بعضی وقتا پاول احساس خوشنودی می کرد با داستانش. فلت گذشته ی فیل. اون یک داستان خوب بود اما بعضی وقتا نوشتن سخت بود. اون ناراحت بود و میخواست یه نوشتن رو خاتمه بده اما اون خاتمه نداد. در آخر داستان تموم شد. Paul read it to his mother. She was very pleased. It was a good story, Paul, she said. It's very good. Paul wrote the story out again carefully and sent it to the newspaper. 2 weeks later, a letter came from the newspaper. Paul did not open it. He was too excited. He gave it to his mother. You read it for me, mother, he said. His mother opened the letter and read it. Read it yourself, she said, and gave it to him. She was laughing and crying too. Paul اونو برای مادرش خوند. اون خیلی خوشنود بود. مادرش گفت این یک داستان خوبه. اون خیلی خوبه. پاول دوباره با دقت اونو نوشت و فرستادش به روزنامه. 2 هفته بعد یه نامه اومد از روزنامه کیم گذشته یه کام. پاول اونو باز نکرد. اون خیلی هیجان زده بود. اونو داد به مادرش. به مادرش گفت اونو برام بخون مادر. مادرش اونو باز کرد و نامه رو خوند. مادرش گفت خودت بخونش و اونو داد به اون. گیف گذشته یه گیف. اون میخندید و همچنین گریه میکرد. Paul read the letter. The Clarion News. Dear Sir, I'm very happy to inform you that you have won first prize in the story competition. If you would kindly call
at his office on Tuesday at 10 a.m., the manager will present you with your prize. Your faithfully. پاول نامه رو خوند. نامه از طرف کلاریون نیوز یا اخبار کلاریون بوده. نوشته که آقای عزیز، من خیلی خوشنودم که به اطلاع برسونم که شما برنده جایزه اول رقابت داستانی شدید. اگر شما صمیمانه و از روی محبتتون با این دفتر تماس بگیرید، روز پنج شنبه ساعت 10 صبح مدیر تقدیم خواهد کرد به شما جایزتون. ارادتمند شما. پاول جامپد اپ. He danced round the kitchen and waved the letter from the newspaper. I've won, he shouted. Mother, I got the prize. I'll be a writer. We'll have some money at least. I'll buy you a new dress and some furniture for the house, he stopped. Will Mary see my story in the paper? He asked. His mother looked at him. She was not smiling now. Do you still love that girl, Paul? She asked. Yes, mother, said Paul. I'll always love her. Paul parid bala. اون دور آشپزخونه میرخصید و نامه مجله رو تو هوا تکون میداد. اون فریاد میزد، من برنده شدم. مادر، من جایزه رو بردم. من یک نویسنده خواهم شد. ما بالاخره مقداری پول خواهیم داشت. من یه لباس جدید برای تو میخرم و مقداری لوازم منزل برای خونه. اون متوقف شد. اون پرسید، ماریا داستان تو روزنامه خواهد دید؟ پیپر همون منظورش نیوز پیپر. مادرش بهش نگاه کرد. اون حالا لبخند نمیزد. مادرش پرسید، هنوز اون دختر رو دوست داری پاول؟ پاول گفت، بله مادر، من همیشه دوستش دارم. On Thursday, Paul went to the newspaper office. The manager was very friendly. روز پنجشنبه پاول رفت به دفتر روزنامه. مدیر روزنامه خیلی رفتارش دوستانه بود. Your story is good, he said. Very good indeed. Here is the prize money. He gave Paul an envelope. £500. Paul did not believe it. He thanked the manager and started to go. Don't go, said the manager. I want to talk to you. What's your job? I haven't got a job, sir, said Paul. I want to be a writer. Good, said the manager. We need young men like you. Come and work on our newspaper. مدیر روزنامه که خیلی رفتارش دوستانه بود به پاول گفته که داستانت خیلی خوبه. در واقع خیلی خوبه. Indeed. در واقع یا به علاوه. خیلی خوبه. این جایزه پولی شماست. اون یک انولوپ، یک پاکت نامه، یه پاکت به پاول داد. £500. پاول باورش نمیشد. او از مدیر تشکر کرد و شروع کرد که بره. مدیر بهش گفت، نرو. من میخوام با تو صحبت کنم. شغلت چیه؟ پاول گفت، من هیچ شغلی ندارم آقا.
من میخوام یک نویسنده بشم. مدیر گفت خوبه، ما به مردان جوانی مثل تو احتیاج داریم، بیا و توی روزنامه ما کار کن. Paul was very surprised. You want me on your newspaper? Yes, yes, of course, I'll come, he said. Paul خیلی متعجب شده بود. شما منو میخواید توی مجلتون؟ بله، بله، البته خواهم اومد. خب، پاول یه شغل نویسندگی در روزنامه پیدا کرد. اونوره داستانش که در روزنامه منتشر میشه، ماریا ببینه و تصمیمش عوض بشه. آیا ماریا روزنامه رو میخونه؟ آیا دوباره با پاول تماس میگیره؟ یا پاول اونو میبینه؟ اگه میخواید بدونید که بالاخره چی میشه، قسمت بعدی رو حتما ببینید. امیدوارم تا اینجای داستان از اون خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله رو بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.